ёри рафта бозомади омади биёи саомат ёри афта бозомади омади биё саом چشم تو اسیرم در قدمات بمیرم با چشم تو اسیرم ساغر آشنایی جست و زکس نگیرم یاری رفته باز آمدی آمدی بیای سلامت قلبی مرا جا شده ای ندارم از تو شکایت خب بیننده های عزیز ارجمند در خدمت جناب دکتر پیمان روفی هستیم که مهمان برنامه ما دیگر نیستن جزو برنامه هستن تشریف میارن جناب دکتر پیمان روفی که دارای پچ در رشته روانشناسی هستن عضو روانشناسان عضو بورد روانشناسان کانتی لس آنجلس صبح شما بخیر جناب دکتر اوفی وقت شما هم به خیر خانم لیلا پاسنی عزیز خیلی خوشحالم که باز هم در خدمت شما و بیننده های خوب برنامه روز نو آغاز نو هستم به صحبت های شما توی استودیو داشتم گوش می کردم که مطالب بسیار خوبی رو واقعا عنوان کردید ممنون از شما و مسئله تعطیلات و اینها و چقدر هم به این موضوعی که امروز میخوایم صحبت بکنیم مربوط هست بسیار تشکر جناب دکتر روفی عزیز که شما همه راه را تای میکنین و در این ترافیک امروز هم چون شما فرمودین سندر. که یک اکسیدنت هم شده بله بود و بله. و هم بسیار پرزده هم بود ولی با آن هم شما داو طلبانه هر یک هفته در میان حاضر هست، حاضر میشین که وقتتون در خدمت ما بگذارین و در خدمت هموطنان ما بگذارین و نالج و دانشتون جناب دکتر امروز روی مسئله بسیار اساسی و مهمه که متاسفانه میبینین که چی تعداد مردم گرفتاری بیماری هستن بیماری دپرشن هست که در یکی از برنامه های یک کم اشاره بسیار کوتاه شما فرمودین در, در, در مورد دپرشن و متاسفانه یک تعداد زیادی از چی از جوانان چی از بزرگان در سن و هم هم نمیشناسن اگر شما لطف بفرمایید تا که امروز مسئله دپرشن و یا افسردگی هست خود افسردگی چی هست و بره. چرا به وجود میاد بله خدمت شما عرض بکنم که مسئله افسردگی یا دیپرشن معمولا دو عامل اصلی داره هم. یکی مسئله ژنتیک یا وراثتی است که افراد ممکنه که به دلیل ارسی که دارن از پدر مادر یا توی خانواده اگر نگاه بکنیم میبینیم که افسردگی در خانواده وجود داشته و این افسردگی علت ارسی داره و تغییر هرمون های مغزی یا نرو ترانسمیتر ها در مغز ما همونطور که در تمام بدن ما اعمال و دستورها به صورت هرمونی اتفاق میفته در مغز هم هرمون های مغزی وجود دارن که به اونها میگن نرو ترانسمیرز. و اصولا سلول های عصبی یا سلول های مغزی به این شکل عمل میکنن یک سلولی اینجا قرار می گیره و یک سلول دیگه با رشته های دیگری که در انتهاش هست و این سلول عصبی با سلول بعدی به صورت ترشح مواد شیمیایی گفتگو می کنن. بله. با هم دیگه صحبت می کنن و این ارتباط برقرار میشه. زمانی که این سلول دهنده هرمون هایی رو که از خودش ترشح میکنه فرض کنید در زمینه های انگزایتی، دیپریشن، اسکیزوفرنیا، بیماری هایی که به وجود میاد اگر این هورمون زیاد ترشح بشه اگر کم ترشح بشه و یا سلول بعدی این رو زیاد دریافت بکنه و یا کم دریافت بکنه در همه این مراحل اون اختلال روانی به وجود میاد و میتونه اسمش باشه دیپریشن یعنی با توجه به شرایطی رو که به وجود میاره ما تشخیص میدیم که این چه بیماری هست اما در اصل همین ترشوهات ها دادنش و گرفتنش اختلال به وجود میاد بله. حالا این اختلال میتونه در اصل مسائل وراستی باشه یا به صورت ارسی ما این بیماری رو داشته باشیم اما مسئله دومی که این اتفاق میفته سیچویشنال یا موقعیتی است بله. اتفاقی برای ما میفته عزیزی از دست میره مهاجرت میکنیم به قول معروف همسیک میشیم دلمون برای وطن و خانه و آشیانمون تنگ میشه همه اینها هم میتونه به صورت یک موقعیتی به وجود بیاد که حالت افسردگی رو به ما میده که حالا توضیح میدم چه هست اما <تصفح> از مسائلی که افسردگی رو میتونیم تشخیص بدیم سه مورد بسیار مهم هست کم اشتهایی، کم خوابی و کم داشتن انرژی و یا فتیگ خستگی ناتوانی این سه عامل یکی از عوامل بسیار مهم تشخیص افسردگی است و همینطور موارد دیگری میتونه باشه مثلا فرض کنید فرد علاقه به بیرون رفتن نداره علاقه به خودش رسیدن نداره حمام نمیخواد بکنه همیشه میخواد توی تخت بخوابه تکون نمیخوره ناامید هوپلس به قول معروف میگن این کار برای چی بکنم چه ارزشی داره چه اهمیتی داره <تصفح> و همیشه این مسائل با او درگیره و میتونیم بگیم که برای شب و روز و اینها فرقی نمیکنه فصل هم ممکنه فرقی نکنه در حالی که ما افسردگیهای های فصلی هم داریم و این به قول معروف تعریف افسردگی است که به دلیل تغییرات نروترانسمیترها ها در مغز این سیمتوم ها و نشانه ها خودش رو نشون میده و فرد ما به عنوان دیپرس یا افسرده در نظر میگیریم که راه حل و درمان های مختلفی هم داره که صحبت خواهیم کرد چند نوع دپرشن وجود داره جناب دکتر؟ چند نوع دیپرشن ببینید دیپرشن میتونه به صورت همونجور که عرض کردم ژنتیکی همیشه با فرد باشه یعنی تا جایی که یادش میاد این همراهش بوده بله. میتونه به صورت سیچویشنال مم. یا موقعیتی باشه که در صورت اتفاقی که برو واقع میشه دیپرشن رو ما حتی به صورت فصلی میبینیم که در یک فصلی از سال فرض کنید مثلا پاییز و زمستون چون هوا بارانی تره چون هوا تاریک تره نور خورشید کمتر هست میبینیم افراد حتی در کشورهای اسکاندیناوی کشورهای مثل سوئد و کشورهایی که اون قسمت اسکاندیناوی هستن چون آفتاب کمه و یا بیشتر روزهاشون شب و تاریکه میبینیم که افسردگی بیشتر دیده میشه که به اینها میگن سیزنال یا افسردگی های فصلی افسردگی یا دپرشن آیا لانگ ترم و شورت ترم هم دارن یا طویل مدت و یا کوتاه مدت هستن کدامش چی نوع دپرشنی هست چون مثلا منک دپرشن یا میجر دپرشن یا کرونیک دپرشن اینا بله ببینید میجر دیپریشن زمانی است که همونجور که شما فرمودید اینا ری دارن یعنی بله. بارها تکرار میشن و ما وقتی که این دیپریشن حرکت میکنه بالا و پایین میاد و در دوره های مختلف خودش رو نشون میده اسمش رو میذاریم میجر دیپریشن منیک دیپریشن یه مقداری فرق میکنه چون وارد مرحله بایپولار میشه فرد فرد دوره هایی رو داره که حالت افسردگی و بی انرژی بودن رو داره آه. و بعد دوره ای رو داره که حالت مینیا منیک بودن سرخوشی و شیدایی پیدا میکنه انگار که انرژی زیادی به او داده شده انرژی فراونی داره و میبینیم کارهای عجیب و غریبی میکنه من حتی یک کلاینتی داشتم که ایشون هر موقع که در دوره شیدایی و منیک قرار میگرفت میرفت و خرید زیاد میکرد هر چی پول داشت خرید میکرد و بعد یه دوره دوباره در افسردگی فرو میرفت و هیچ امیدی نداشت، هیچ انرژی نداشت و هیچ کار خاصی انجام نمیداد. خب این منیک دیپرشن همون بایپولار یا دو قطبی بودنه که دوره های و افسردگی رو همراه داره. و همونجور که شما فرمودید میجر دیپریشن هم دیپریشن یا افسردگی است که در دوره های طولانی مدت و متناوب تکرار میشه اما دوره های شیدایی و منیک رو همراه نداره اونطور نیستش که فرد کارهای عجیبی بکنه و یک انرژی زیاده از حدی درش جمع شده باشه که بخواد اون رو خالی بکنه در همون حالت های دیپریشن یه دوره تقریبا نرمال تری رو ممکنه سپری بکنه و بعد دوباره وارد دیپرشن عمیقی بشه جناب دکتر دپرشن از چی سن و سال میتونه که آدم مبتلا شود به دپرشن؟ بله دیپرشن رو ما در کودکان میتونیم ببینیم اه. در کودکان نوجوانان جوانان و سنین بالاتر میتونه خودش رو نشون بده اما نشانه هاش در کودک و نوجوان فرق میکنه در کودک و نوجوان افسردگی میتونه خودش رو به صورت پرخاشگری، عصبانیت، عدم رعایت قوانین و دستورات فرض کنید خانوادگی و مدرسه و جامعه خودش رو نشون بده. حتی نوجوانهایی که مقداری با مسائل خیابان، گنگ‌ها، خدمت شما ارز کنم قانون شکنی دارن دست و پنجه نرم میکنن به قول گفتنی اینها هم میتونن افسرده باشن پس افسردگی در کودکان و نوجوانان خودش رو به صورت عصبانیت و پرخاشگری میتونه نشون بده ولی در کودکان هم افسردگی هست در مورد بایپولر و منک دپرشن گفتین ایره هم در کودکان و مشکل هم میتونه در کودکان وجود داشته باشه یا بعد از یک سال دپرشن میجر دپرشن تبدیل میشه به بایپولر یا مانیک دپرشن نه میجر دیپرشن تبدیل نمیتونه بشه برای اینکه باز اینها به خصوص بایپولار ریشه کاملا ارسی داره و ژنتیکی هست و فرد آمادگی داشتن اون بایپولار رو داشته و داره تا جایی که امکان داره متخصصین علم روانشناسی و روانپزشکی در کودکانی رو دایگنوز نمیکنن چون به طریقی یه مقداری تشخیص دادن اینکه این مسئله مینیاست یا کودک فقط کودکی خودش رو داره انجام میده بسیار مشکله مشکلش. البته من دیدم که این کارو در کودکان کردن و به صورت بایپولار اونها رو دایگنوس کردن حتی روی مدیکیشن قرار گرفتن نه که نباشه ولی تا جایی که امکان داره متخصصین علوم روان پزشکی کودکان رو سعی میکنن با بایپولار دایگنوس نکنن و سب بکنن تا مراحل نوجوانی و جوانی مشخص تر بشه این قضیه اما توجهتون رو به این مسئله میخوام جلب کنم که بسیاری از بیماری های روانی از جمله بایپولار و یا حتی سایکاتیک دیسوردرز که اسکیزوفرنیا میتونه باشه اینها خودشون رو معمولا در سنین نوجوانی و جوانی بیشتر نشون میدن از اونجایی که تغییرات هورمونی دوران بلوغ و تغییرات آناتومی مغز داره خودش رو بیشتر نشون میده میبینیم که این بیماری ها هم در سنین نزدیک به 20 سالگی بیشتر دیده میشه و جوان ها رو متوجه میشیم که یه مقدار این مسائل درشون حادتر شده چند کارکترستیک یک فرد که دپرشن داره اگر چیزایی که شما گفتین که رسلس هست غذا نمیخوره کمتر تمایل نشان میده چون یک تیداد خانواده ها ممکن حتی نفهمن که یک فردی از خانوادهشان دچار دپرشن هست و گاگای ما تا جایی که به خاطر دارم در روزمان زمان دپرشن اصلا اسم به نام دپرشن نمیشناختیم اگر کسی چنین کاراکترستیک هایی می داشت و چنین رفتاری را میکرد میگفتن یک آدم بسیار دق و بورنگ و حساس و... حساس و در گوشه مینشینه و... و کار نمیکنه و دوست نداره ولی خب اینا امروز علم روانشناسی نشان میده که تمام مشکلات روانی هست در فرزندان و نوجوان چند کارکترستیک مثلا اگر شما لطف بفرمایید یک کم واضح تر بگوین که خانواده ها یک هشدار برشون باشه که این فرزندان ما یا به این مرض دپرشن و افسردگی ممکن مبتلا باشن و یا به مرض بایپولر ممکن مبتلا باشن که آدم چشم و گوشش بازتر باشه بره. جناب دکتر احسن مورد دیگری رو من الان به یاد آوردم که حتما لازمه و جاش هست که اینجا صحبت بکنیم اون رو هم حتما خدمتون میگم در مورد نوجوانان همجور که عرض کردم مقدار زیادی خشم عصبانیت و گوش نکردن به حرف پدر و مادر از لحاظ مقاومت کردن در برابر دستورات یا دیرکشن های اونها خودشون رو میتونه نشون بده افراد ممکنه نوجوان دوست زیادی نداشته باشه یک مقداری درونگرا باشه به این ترتیب که در بین دوستان خودش نمیخواد بره دوستی نداره یا در جوامع یا جاهایی که دعوتش میکنن پرام و نمیدونم برنامه ها و مراسم مدرسه شرکت نمیخواد بکنه یه مقدار خیلی زیادی نسبت به قیافش، هیکلش، وزنش مشکل پیدا میکنه و مشکل داره و خودش رو دوست نداره اینها به هر اون نشانه هایی است که ما اگه در نوجوان خودمون میبینیم یا جوانمون میبینیم یه مقداری توجهمون جلب بشه و سعی بکنیم ریشه یابی بکنیم گاهی وقتا هستش بولی شدن توی مدرسه ها توی دبیرستان ها ممکنه که نوجوان رو اذیت میکنه آزار میده فرض کنید به دلیل تفاوت رنگ پوستش یا فرض کنید داشتن حجاب یا هر چی که میتونه باشه اسمش متفاوت هست با اسم بچه های توی مدرسه اینها همه و همه میتونه دلایلی باشه برای بولی شدن که به هیچ وجه درست نیست و نباید باشه و بچه ها باید بدونن که در مقابل بولی شدن میتونن بایستن میتونن با مقامات مدرسه صحبت کنن با پدر مادرشون صحبت کنن اینها میتونه عواملی بشه برای افسردگی در نوجوان و میبینیم که نوجوان خیلی با دوستاش رفت و آمد نمیکنه با دیگران در ارتباط نیست توی مهمانی ها مراسم شرکت نمیکنه اگر هم شرکت میکنه ممکنه ساکت باشه بحثی رو نکنه پدر مادر وقتی یه چیزی بهش میگن فوری او تمپرش به قول معروف یه دفعه این طوریست که شروع میکنه داد و هوار کردن عصبانی شدن و یا حتی فیزیکال شدن دست بلند کردن این خشونت ها و پرخاشگری ها نشانه هایی میتونه باشه از دیپریشن در نوجوان و جوان موضوع خانواده که شما فرمودید یکی دیگر از انواع دیپریشن پوست پارتم دیپریشنه بله. یا افسردگی بعد از حاملگی و بعد از به دنیا آوردن فرزند این یک مطلب بسیار بسیار علمی و شناخته شده است الان در علم روانپزشکی خانم ها به دلیل تغییرات هورمونی که درشون به وجود میاد بعد از به دنیا آوردن بچه اساسا زمانی که خانومی باردار میشه و در نه ماهی که بارداری رو داره طی میکنه و بعد کودک رو به دنیا میاره نوزاد به دنیا میاد در تمام این مراحل میبینیم خانم ها استیج ها و مراحل احساسی مختلفی رو دارن طی میکنن اینجاست که وظیفه همسر و اعضای خانواده است که او رو بسیار بسیار درک بکنن فکر نکنن خستگی او بیخوابی او و یا گاهی وقتا پرخوابی او احساس ناراحتی های او تظاهره یا به خاطر اتنشن گرفتن توجه یا میخواد خودش رو لوس بکنه برای همسرش و خانوادهش اصلا اینطور نیست عزیزان توجه داشته باشید آقایون محترم همسرهای خوب که انقدر همسران و زنهای خودتون رو دوست دارید و بهش اهمیت میدید بدونید اگر که او حامله است بارداره و داره بچه رو برای شما حمل میکنه و بعد به دنیا میاره به مسائل احساسی او باید بسیار بسیار توجه کرد باید همراه او بود او رو درک کرد و بارها به او گفت عزیزم متوجه هستم که ناراحتی متوجه هستم که شبا خواب نمیتونی بری متوجه هستم که بارها باید ادرار بکنی اینها رو میفهمم و درک میکنم و من در کنارت هستم به من بگو هر کاری که از دست من برمیاد برای تو انجام بدم وقتی که فرزند به دنیا میاد درصد بسیار بالایی از خانم ها دچار پست پارتوم دیپریشن میشن افسردگی بعد از زایمان که میتونه تا شش ماه طول بکشه و گریه بکنن از اینکه بچه دار شدن ناراحت باشن از اینکه فرض کنید چرا کار و شغلشون رو از دست دادن به خاطر به دنیا آوردن بچه اینها همه مسائل بسیار طبیعیه گناه خطا اشتباه نیست اینطور نیستش که ما بخوایم به اون زنی که تازه بچه به دنیا آورده اینطور القا بکنیم که تو خطا کاری تو اشتباه میکنی تو مادر خوبی نیستی اگر به بچت نمیتونی برسی اگر میخوای بخوابی اگر احساس نیاز به کمک دیگران داری تو باید تنها بچت رو نگهت داری این داستان ها اصلا مطرح نیست باید همیشه همراه او بود برای اینکه اون دوره بسیار دوره خطرناک و مشکلداری خواهد بود که سیپتوم ها و نشانه های افسردگی در خانم هایی که زایمان کردن دیده میشه و بسیار هم جدیه حتما با روانشناس مشاور روانپزشک باید مشورت بشه و برای او کمک آورده بشه کمکش بکنن و این وظیفه اصلی آقایون هست که در این زمینه با. بتونن خانمشون رو حمایت کنن بسیار زیبا فرمودین شما جناب دکتر که ما هم دیدیم که اقتدادی از خانم ها واقعا می سمتمایره که شما گفتین درشون دیده میشد و دیده شده که گریه میکنن و گاگای چنانچه شما فرمودین میگن او چقدر نازانگی میکنه به خاطر که طفل به دنیا آورده به هر حال هموطنان عزیز ما ان و گفتار شما رو و در مد نظر بگیرن که خانم ها هر هر کسی که با مشکل دپرشن دست و پنجه نرم میکنه تقصیر خودش نیست اصلا. نباید با با خشونت همراهش رفتار شوه و سرزنش شوه که تو چرا چنین مشکلی داری <applause> چی میتونه افرادی که در خانوادهشون کسی دچار دپرشن هست چطور میتونن کمکش کنن دکتر ببرن اولین کار یعنی چی وقت احساس میکنن که باید فرزندشان یا خواهر یا مادر یا هر کسی که کس هست بشه دکتر رفته شو و پروفشنال هلپ بگیره بله صد درصد ببینید نشانه هایی رو که عرض کردیم خدمتون واقعا گریه کردن <applause> یا توی رخت خواب بودن به خودش نرسیدن سخت براش حمام بکنه آرایش بکنه خودش رو مرتب بکنه مرد یا زن فرقی نمیکنه صورتش رو بتراشه و اینکه از افراد دوری میکنه گوشه گیر شده بیشتر در کنج و گوشه میخواد تنها باشه اینها خب نشانه هایی است که افراد دیگر فرض کنید پدر مادر خواهر و برادر همسر باید به این توجه بکنه که من برای او کمک باید بگیرم هم اینکه خودم ساپورتش بکنم و به او بفهمونم با عملم و با سخنم که من تو رو درک میکنم همراه تو هستم با تو هستم و بعد کمک هایی رو که از لحاظ تخصصی روانشناس و روانپزشک من این دو مورد رو خدمتون باز میکنم یک قدری ببینید درمان افسردگی هم دارو درمانی است و هم گفتار درمانی به این ترتیب که دارو کاری که انجام میده همجور که ارز کردم در سلول های عصبی که به این شکل هستند و نیرو ترانسمیتر ها داره جابجا جا میشه این ما بین این داروها میتونه این رو متعادل بکنه بالانس بکنه یعنی اگر این سلول دهنده داره هورمون رو زیادی پخش میکنه و یا کم پخش میکنه این میتونه تعادل پیدا کنه بله. و یا اگر این سلول گیرنده با این شاخه های گیرندگی خودش داره دریافتش رو زیاد میکنه یا دریافتش کم شده فرض کنید سوراخ یه چیزی تنگ شده گرفته که خوب نمیتونه دریافت بکنه داروها میتونه روی این چهار عامل تاثیر بذاره و به خاطر همینم هم هستش که انتای ها یا داروهای ضد افسردگی انواع مختلف داره میبینیم در داروخانه ها که تجویز پزشکا میکنن انواع مختلفی از داروهای افسردگی وجود داره علتش همینه چون هر کدوم از این داروها نحوه کاریشون روی هم. یک یکی از این مکانیزم ها انجام میشه یا این سلول دهندگیش زیاده یا دهندگیش کمه خب این داروهایی که ما انتحان میکنیم و یه دوره ان... مصرف میکنیم ببینیم نتیجه چگون است میخوایم ببینیم کدوم یکی از اینها به ما میسازه و اون مشکل چون ما دلیل اصلی رو هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم داره. که کدوم یکی از این مکانیزم هاست که کار خودش رو انجام نمیده در نتیجه این داروها رو پزشک تجویز میکنه اگر زولافت کار نکرد پکسیل رو استفاده کن پکسیل کار نکرد نمیدونم لگزاپرو رو استفاده کن و بنزودیازپین و غیره اینها داروهایی است که به هر حال الان استفاده میشه و دارو درمانی میشه گفت یکی از کارهای درمانی ده. بسیار مؤثر و خوبی است که حتما باید انجام بشه و در دو هفته اول شنیدیم که یک مدت رمیگیره تا که بدن بگیره دواره بسیار و خوب احساس ده. عجیب و غریبی به آدم دست میتبله کاملا درسته بین دو تا سه هفته طول میکشه تا این داروها کار بکنن اگر دارو رو تازه شروع کردیم فکر نکنیم من چرا خوب نمیشم من چرا تغییر نمی کنم باید صبر بکنیم دارو رو اگر لازم شد با نظر پزشک کم 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 می کنیم یک دفعه قطع نمی کنیم این به حال چیزهایی است که در مورد دارو درمانی باید بهش توجه بشه اما نکته دیگری که همراه دارو درمانی باید حتما انجام بشه مسئله روان درمانی یا گفتار درمانی است که توسط یک روانشناس یا مشاور اتفاق میفته و اونجاست که قرار فرد کمک بگیره که چگونه سازمان فکری خودش رو که منجر به داشتن افسردگی شده و تغییر بده معمولا کاگنیتیو بیهیویرال تراپی یا CBT یکی از روش های بسیار خوبه برای درمان افسردگی و اونجاست که به فرد کمک میکنه تا سازمان فکری خودش رو آقای آرون بک روانشناس معروف و ایجاد کننده این متد سی بی تی این مطالب رو اینگونه بیان کرد که انسان ها یک آشفتگی های فکری یا افکار غلط cognitive distortion به صورت اینکه که افکارشون distorted هست افکار غلطی رو برای خودشون پای ریزی کردن حالا اینها رو یاد گرفتن از خانواده نسل به نسل فرهنگی غیره یا خودشون به وجود آوردن فرض کنید یکی از اونها تفکر همه یا هیچه این که فرد در زندگیش همه رو یا میخواد یا هیچی رو نمیخواد مسائل رو سیاه و سفید میبینه یا من باید پولدار باشم پول زیاد داشته باشم یا همون مقدار پولی که دارم اصلا به درد نمیخوره و من رو خوشحال نمیکنه بله. و من ناراحت خواهم بود که چرا پول ندارم حالا مثلا طرف خونه داره ماشین داره زندگیشو داره ولی در درون افسرده است چرا که تفکر بله. همه یا هیچ داره بله. و یا اینکه فرض کنید مگنیفیکیشن خطاها و اشتباهات و کمبودهای خودش رو بزرگ میکنه بزرگ نمایی میکنه بله. ولی فرض کنید توانایی ها و خوبی ها و داشتههاش رو کم میبینه کوچیک میبینه این مسائل هستش که در تراپی و مشاوره با یک روانشناس میتونه دونه بدونه صحبت بشه و فرد خودش آگاه بشه که این تفکرات غلطی رو که داره میتونه بذاره کنار تفکر صحیحی رو جاش بگذاره و کم کم روی این مسئله افسردگیش بهتر بیشتر کار کنه و بسیار هم نقش داره مسئله تراپی جناب دکتر ما شما شما بهتر آگاه هستین که در مملکت که ما شما زندگی میکنیم حتی خود دکترها خود افرادی که واقعا از نگاه دانش علم هم بسیار برخوردار هستن اینا هم تراپیست دارن و میرن پیش تراپیست درست. و این تراپی رو میگیر که مشکلات روانیشون حل شود تا حدی های آیا باعث میشه که فرد دست به خودکشی بزنه بله صحبت بسیار خوبی کردید متاسفانه همینطور هست بله. و خودکشی رو میبینیم در اثر افسردگی اتفاق میفته و فرد به جایی از ناامیدی همون هوپلسلس میرسه که ناامیده احساس ناتوانی میکنه احساس میکنه کنترلی روی هیچ قسمت از زندگی خودش نداره و بعد اون ناامیدی به جای میرسه که میتونه دست به خودکشی بزنه متاسفانه میبینیم که خانم ها بیشتر از آقایون دست به خودکشی میزنن آمار و تحقیقات نشون میده ولی آقایون بیشتر از خانم ها در انجام این کار موفق هستن و خودشون رو بیشتر میتونن از بین ببرن یعنی میبینیم آقایونی که خودکشی کردن و از بین رفتن تعدادشون از خانم ها بیشتره و خانم ها تعداد خودکشی بیشتری از آقایون دارن که تلاش برای از بین بردن خودشون میکنن در اثر افسردگی و این بیشتر به خاطر همون مکانیزم هایی است که فرد رو به جایی میرسونه که احساس میکنه دیگه هدفی برای زنده بودن نداره این مسائل مسائل مذهبی نیستش باید حواسمون خیلی جمع باشه که ما فکر نکنیم کسی که دست به خودکشی زده با آگاهی و عقل این کارو کرده و یا مسائل مذهبی و دینی و این مسائل رو در نظر گرفته و این کار رو کرده خیر ایشون یک فردی است که به هر هم حال همونطور که ما اگر که قلبمون ناراحت هست بیماری قلبی داریم وقتی روانمون و یا روحمون هم بیماره یک بیماری روانی داریم نه. یک بیماری روحی داریم که باید به او رسیدگی بکنیم باید انجام بدیم کارهایی رو که لازمه که به اون مرحله خودکشی متاسفانه نرسه در بسیاری از مواقع حتی دیده شده خودکشی ها در اثر افسردگی در نوجوان ها خیلی زیاده متاسفانه, بلد. متاسفانه خدمت شما عرض بکنم که افرادی که دارو رو شروع میکنن به خصوص نوجوان ها در اون مراحل اولیهی که دارو رو شروع کردن باز خودکشی زیاد دیده میشه به خصوص در افرادی که <تص> بایپولار دارن آه. یا دو قطبی منیک دیپریشن دارن اون دوره اولیهی که دارو رو شروع میکنن دوستان اگر فردی رو دارید در خانواده که داره دارو شروع میکنه این رو حتما توجه داشته باشید من سری علائم خودکشی رو هم خدمتون الان میگم توجه داشته باشید فردی که داروی افسردگی رو شروع میکنه یک مقداری اون دارو وقتی شروع میکنه به کار کردن به, به فرد انرژی میده انرژی کاری رو میده که همیشه فکرش رو کرده ولی انرژیش رو نداشته انجام بده یعنی فرد افسرده در بسیاری از مواقع ممکنه فکر اینو کرده که من خودکشی بکنم خودم رو از بین ببرم اما انرژیش رو نداشته به دلیل افسردگی وقتی که داروی افسردگی شروع میشه مصرف کردن اون انرژی رو پیدا میکنه در یه چند هفته اول یا حتی چند ماه اول اون انرژی رو که پیدا میکنه دیپرشنه هنوز خوب نشده انرژی پیدا شده دو تا کامبینیشن بعد میتونه منجر به خودکشی بشه در نتیجه این مرحله مرحله مهمی است که اطرافیان باید دقت بکنن ساپورت بدن کمک آفر بکنن که این مسائل به قول معروف اونطوری اتفاق نیفته متاسفانه در اجتماع خود ما هم تعداد خودکشی جوانان تا حد یعنی شده که یک تعداد جوانان بدون از خانواده ها حتی خبر باشن و می دلیل بسیار مهم است چون چی آقای دکتر فرمودن بیننده های عزیز و ارجمند که وقتی می بینیم که تغییرات در نو جوانان ما میایا حتما متوجهش باشیم و کوشش کنیم که سرزنشش را نکنیم و دکتر روانشناس و جای ببریمشان و کمکشان کنیم و مسئله دیگر هم تفریح و سرگرمی در پهلوی دوا و دارو چی چیز دیگه میتونه که کمک کنه به فرد دپرست و فرد افسرده جناب دکتر بله همینطور که عرض کردم خب دارو درمانی و گفتار درمانی مراحل اولیه است و بعد از اون بقیده من ساپورت و حمایت اعضای خانواده با او بودن همراه او بودن او رو بیمار خطاب نکردن او رو مریض نگفتن تنبل و بی و بی نگفتن هم. که بتونیم واقعا همه به صورت یک تیم به صورت یک گروه به او کمک بکنیم و خب طبیعتا با او بودن او رو همراه کردن به مهمانی ها بردن به خصوص اینکه اگر دیگه روی دارو هست و روی مراحلی هستش که این امکان رو داره که تنها نباشه و او رو تنها نگذاریم همراهش باشیم یک کلمه واقعا حمایت و ساپورت که این ساپورت و حمایت اطرافیان بسیار بسیار در مسئله بهبود افسردگی مؤثره که شما فرمودید بسیار زیبا فرمودین جناب دکتر و گاکای خود ما هم هر کدام ما گاکای به وسط جای افسردگی میریم و زمان میاد در زندگی آدم که احساس افسردگی کنه و واقعا وقتی یک نفر همراه شما هست یک عضو خانواده همراه شما هست و حمایت و پشتیبانی میکنه و شما رو تنها نمیگذاره آدم اما احساس افسردگی به بسیار زودی از بین میره و تنهایی خودش باعث افسردگی کاملا اجازه خاملن شما درست. که من این حرف میزنم ست در ست درست. تنها نشستن خودش آدم وامی داره که فکر کنه <applause> و مسائل فکر کنه و مسائل نگاتیو بیشتر به فکرش بیایه و می که احساس میکنه که تنها شدیم باعث این افسردگی میشه که متاسفانه یک تعداد زیاد انسان ها که امروز و امراض افسردگی دو چهار هستن به نظر من می تنهایی شان است که اگرم تعداد خانواده شون یک تعداد هستن ولی از نگاه از درون تنها احساس میکنن چون همگی با مسائل با های زندگی خود هستند و مریض تنها میگذارن و یا انسان افسرده را تنها میگذارن در مورد اه بلو اه بلو دپرشن یا بلوز دپرشن شما صحبت بله هالیدیز بلو هالیدیز بلو بله. بله زمانی هستش که دوران فرض کنید تعطیلات تعطیلات حالا به هر حال در هر قسمتی تعطیلات خودش رو داره تعطیلاتی که باعث میشه که خب معمولا خانواده ها دور هم جمع میشن با هم هستن و هر کجای دنیا به حال این تعطیلات هست در آمریکا تکس و کریسمس و سال نوع میلادی هست در کشورهای مسلمان و عربی به حال سال نوع هجری و عید قربان عید فطر و همینجور به حال تعطیلاتی هستش که پیش میاد افرادی که تنها هستن افرادی که کسی رو ندارن معمولا احساس تنهایی میکنن وقتی توی تلویزیون و رادیو و جامعه میبینن همه دوره هم هستن همه با هم هستن اما اونها از یک تنهایی خاصی دارن رنج میبرن کسی رو ندارن این هالیدیز بلوز براشون پیش میاد و یا حتی بعد از اتمام هالیدی یا اون روزهای تعطیلی بازی افسردگی بعدی به وجود میاد که اون تعطیلات دیگه سپری شده تموم شده اون دوره هم بودن ها تموم شده زندگی دوباره حالت عادی خودش رو کار کردن و فعالیت کردن رو داره اونجا هم یک مقداری افسردگی به وجود میاد که خوبه وقتی که ما به این تعطیلات داریم نزدیک میشیم حواسمون هم به این مسائل باشه که شاید فردی باشه در خانواده ما که تنهاست کسی نه. رو نداره حتما او رو هم دعوت بکنیم او رو هم به قول معروف شامل مراسم ها و دور هم بودن های خودمون بکنیم و اینجور موقع هاست که واقعا اون اهمیت تعطیلات خودش رو نشون میده بسیار زیبا فرمودین شما یکی از تلفن‌های ما روشن است نمیدانم فرزاد جان اگه کسی هست از بیننده های ما که سوال دارن من نمیدونم که برای با دفتر کار دارن یا سوال دارن از جناب دکتر من تو این فاصله که کارگردان عزیز نگاه میکنن یه سری نشانه هایی رو میگن برای خودکشی آه بله اگر افراد این مسائل رو در اطرافیان خودتون در جوان و نوجوان خودتون میبینید دقت بفرمایید که شاید مساله مقداری جدی تر باشه از جمله این که فرد ممکنه که اسباب و اساسیه ای که او رو اونها رو خیلی دوست داشته شروع میکنه به دادن به این و اون و یا صحبت میکنه از اینکه من چرا زنده من چرا به دنیا اومدم هدف من از اینجا بودن چیه دیگه نمیخوام زنده باشم صبح که میخوام از خواب بیدارشم احساس میکنم نمیخوام دیگه از خواب پاشم و این جملات رو که میشنویم اگر که احساس میکنیم اون چیزایی رو که او دوست داشته و همیشه نگه می داشته عکس بوده مسائلی که داشته شروع کرده به این و اون دادن و بخشیدن اینها رو به عنوان یک نشانه هایی ببینیم که شاید این مسئله در او داره به وجود میاد آه. به خصوص اینکه علائم اف، افسردگی اگر در او هست حتما برای او کمک بگیریم اگر کسی با شما صحبت میکنه و میگه فرض کنید من فکر خودکشی دارم قرصش هم تو کابینت آشپزخونم دارم دارم فکر میکنم که این کارو بکنم این مسئله رو حتما جدی بگیرید و او رو به یک متخصص معرفی بکنید بسیار بسیار مسئله مهم را جناب دکتر شما روش صحبت کردین که واقعا گاکای آدم نادیده میگیره و احساس میکنه خب یک حرف زده و رفت و مخصوصا در اجتماع ما متاسفانه زیاد روی مسائل جدی نمیگیریم که خودکشی هم بازم چنانه که گفتم در چند سالی که گذشت یک تعداد زیادی از جوانان ما متاسفانه خودکشی کردن خود به دار آویزان کردن با قرص خودکشی دختر جوان چند دختر جوان دارو خوردن و خودکشی کردن که متاسفانه این مشکلات داریم و بسیار تشکر از شما که این همه زحمت میکشین و این همه روی مسائل بسیار مهم اتفار. صحبت میکنیم یک چیز دیگری اگر در مورد خب دپرشن شما گفتنی دارین و توصیه دارین برای هموطنان ما برای بیننده های عزیز ما که سپورت کنن مدیتیشن کنن چی کنن که از از ابتلا به دپرشن جلوگیری شود بله ببینید بیماری روانی و روحی آر نیست بله. گناه نیست یک مسئله است که برای هر انسانی میتونه اتفاق بیفته اونجاست که توجه داشته باشیم اگر در خودمون احساس افسردگی داریم و سیمتوم هاش رو داریم میبینیم یا در اطرافیانمون حتما کمک بگیریم بله. و حتما به اون کسی که این بیماری رو داره این ناراحتی رو داره کمک بکنیم فکر نکنیم که یه چیزیست که او فقط داره ادا در میاره تئاتر بازی میکنه یا خودش رو لوس میکنه بله. این مسئله مسئله بسیار جدی و علمی است که امروزه شناخته شده است و دقیقاً راهکارهاش مشخصه من صحبتم رو با این بیت شعر از حافظ تموم می کنم که اگر غم لشکر گشاید که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم بله بسیار زیبا جناب دکتر پیمان روفی عزیز از اینکه تشریف میارین و این همه راهنمایی میکنین اجتماع ما رو در مورد مسائل خانوادگی و مشکلات روانی انشالله که در برنامه های آینده دوباره شما تشریف بیاریم و مستم. از نالج شما از دانش شما ما بهرمند شویم. آخر هفته بسیار خوشی برای شما رو می کنم و انشالله که تنکسگیوینگ خوب و خوشی داشته باشین و از شما بیننده های عزیز ارجمن وقت ما و پایان رسید یک دنیا تشکر ممنون که بیننده برنامه روز نو و آغاز نو هستین تعطیلات خوب و خوش برای شما عزیزانه که در امریکا هستین آرزو می کنم و برای عزیزانه که در سر تا سر جهان هستن انشالله که موفق و معاید باشین و با تشکر از همکار عزیز تخنیکی ما آقای فرزاد عزیز یک و یک شما رو به خداوند می سپاریم روز و روزگار شما خوش